بیش از یک هفته از برگزاری جلسه های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شبهای ماه رمضان امسال می گذرد و شب گذشته هشتمین جلسه از این سلسله جلسات علمی برگزار شد. در هشتمین جلسه علمی نیز علما، فقها، فضلا، طلاب و عموم مقلدین و علاقمندان به مرجعیت شیعه حضور داشتند و با شور و اشتیاقی وصف ناپذیر پرسش‌های خود را مطرح کردند. در ابتدای جلسه شب هشتم شخصی از برخی فروعات مسئله کثیر السفر پرسید که حضرت آیت الله العظما شیرازی دام ظله فرمودند: کثیر السفر که اون که کارش سفر مثل راننده، که اون که کارش توی شهر دیگه است، سفر به خاطر اینکه بره سر کار. اینا اگر یه سفری کردن برای غیر اون کار، یعنی دیدن کسی رفت، ولو همون جایی که تهران مغازشه، شهرش قومه، میره تهران و میاد، این کثیر السفر. اگر یه بار تهران را برای دیدن یک کسی، این سفر قصره، برای دیدن کسی، برای معالجه، وقت بعد قاطع کثرت سفره، یعنی بعدش دیگه از اولین سفر رو باید شکسته بخونه به سفر دویم. در ادامه سوالاتی پیرامون قاعده اهم و مهم و علم به مطابق واقع نبودن حکم قاضی مطرح شد که معظم الله به یکایک آنان پاسخ دادند. همچنین آیت الله العظما شیرازی به پرسش‌هایی درباره دلیل مفتریت غبار غلیظ و علت لزوم امساک برای روزداری که مرتکب مفتری شد پاسخ دادند. سپس سوالاتی پیرامون حکم روزه ذوالعطش و شخصی که بیماری کلیوی دارد و نوبالغان و کارگرانی که آب نخوردن برایشان حرج یا ضرر دارد پرسیده شد که بزرگ مرجع جهان تشیع چنین پاسخ دادند: برداشت من اینه که این موضوع نیست احساس و عطش. احساس و عطش کاشف از مرض. اگه این شد وقت فرق نمی کنه، این با اونی که کلیش مشکل داره و آب لازم داره. عروه هم خود عروت الوسقا هم همین مسئله رو جدا ذکر کرده و شاید تسالم بین فقها باشه که این آب میتونه بخوره اگه حرج یا ضرر براش باشه، اما مریض نیست. همجور که فرمودید نونباز آهنگره، بناس تو چله گرما تو آفتاب کار میکنه، مریض اسمش نیست. وقت این آب میخوره و قد ضرورت در کلیه و ذوالعطش جماعتی گفتن، منم برداشتم اینه، قد ضرورت لازم نیست، هر قد خواست آب میخوره از ادله، چون بعضیش مطلق در ذوالعطش. اما اینی که مریض نی، اما یه عارضی الان داره که به خاطر اون باید آب بخوره، مثلا این فرمید نونبا و آهنگر و اینا، این روزش باطل میشه و قدی که میخواد آب میخوره، قدی که ضرورته آب میخوره، نه بیشتر، و چیز دیگه حق نداره بخوره، باید امساک کنه و قضا کنه، یعنی امساک از بقیه مفطرات. ذوالعطش اسمش روزه است، لهذا چیز نداره، لهذا در قضاش محل خلاف گردن قضا داره یا نداره بین فقها ها به خاطر اطلاق بعضی روایات، یعنی این امساک باید بکنه، اما روزه اسمش نیست. واجب امساک از غیر آب و از آب بیشتر از نیاز، باید امساک کنه.